خب پس اگر حالا بخوام بگیم I would like to باشم بودن فعل بودن چیه؟ گفتیم to be هست درسته؟ که واسه I میشه I am you are کلن صرفش فرق میکنه واسه همه اشخاص فقط این فعل هست که اینجوری هست که واقعا میخواد برای همه اشخاص صرفش کنه بقیهش فقط سوم شخص باید حواسمون باشه که اسم میگیره و اگر would like بیاد دیگه هیچ تغییری هم باز ایجاد نمیشه واسه اشخاص to be باشم میخوام باشم A good student. میخوام یه دانشجوی خوب باشه. دانشجو student. Student میتونید تو بگید و student student که گلیسی آمریکا you او هم ممکنه بشنوید تا بیشتر بشنوید student student مثلا میخوام پدر خوبی باشم یه پدر خوب باشم I would like to be a good father میخوام مادر خوبی باشم I would like to be a good mother میخوام خواهر خوبی باشم I would like to be a good sister and so on و به همین ترتیب. to be a doctor to be بشه اگه ای بخوام این to become to become be حالا کام خودش معنی اومدن درسته؟ be بذاریم اولش become یعنی شدن to become یعنی شدن تو باید داشته باشه که از مستره حالا میخوام بگم من میشم I become you become she becomes he becomes, we become, they become. I would like to become a doctor. دوست دارم دکتر بشم. I would like to be a doctor. دوست دارم دکتر باشم. شدن و بودن. این شدن to be بودن. درسته؟ که بودنش با به که بگیم تو فارسی میشه باشم شدن میشه بشم. خب میبینید که باز تو اومد اینجا. to become کنیم اینجا رو. تو استی یعنی موندن مثلا تو استی هوم یعنی خونه موندن دیگه ات نمیخواد بگید خونه موندن یعنی جام حالا جای دیگه نیستم خونه موندم به خاطر همین دیگه ات نمیخواد مثلا تو گو هوم خونه رفتن تو گو هوم دیگه در واقع اینجا هوم قید تو گو هوم خونه رفتن دیگه ات نمیخواد چون تو هم نمیخواد چون قید در واقع فعل اینجوری یادش بگیرید خب مثلا میخوام خونه بمونم I would like to stay home I would like to go to go home we would like to stay home would like to stay home Would you like to stay home? would would you like to stay home? حالا یخوام اینو باز سالی شد دیگه درسته؟ where رو بذارم اولش حل دیگه واسه کجا؟ where would you would you like to stay home where would you like to stay جواب I would like to I'd like to stay home این وقتی یه فعل پس اینجا پس ما فهمیدیم که بعد از would like مستر میاد درسته؟ want هم همینه بچه ها فقط تنها فرقی که want با would like میکنه گفتیم که این اون یکم معدبانه تره فرس میتره این خواستن در واقع دقیقا خواستن همین معنی میده I want you want واسه she اگه باشی مسلما میشه wants چرا؟ چون مگه اگه would like داشته باشم would like داشته باشم اینید که دو بخشه و این تبدیل به کمکی میشه دیگه اس نمیگیره ولی اینجا دیگه من چیز دیگه ای ندارم جز want درسته؟ و این want هم از که واسه شی اس میگیره واسه هی هم مثلا اسم میگیره بقیه‌اش دیگه یه راحته درسته مثلا به همین ترتیب بعدش فیل میتونه اسم بیاد آی وود لایک ا کاپ اف کافی آی وانت ا کاپ اف کافی آی وانت ا بیر آی وانت ا گلاس اف واین وانت آی وانت ا ا گلاس اف واین اگه بخوام بعدش فعل بیاریم آی want به همین ترتیب با مصدر میاد مثلا آی وانت تو گو میخوام برم آی وانت تو گو هوم میخوام برم خونه مثل اینکه بگیم I would like to go home حالا اون میخواد داره خونه She wants یا yeah, he wants to stay home میخواد خونه بمونه She wants دیگه نمیتونم اگه would like بگم هیچ تغییری نمیکنه She would like یا yeah, she'd like ولی she wants to stay home بخوام اینو منفی کنم چیکار میکنم بچه ها؟ درسته بای don't می کنم I don't want to stay home She doesn't want دیگه اسش هست میشه با من فی درسته She doesn't want to stay home To stay تغییری نکرد کجا میخوای بمونی؟ You want to stay Do you want to stay Where do you want to stay این سوالی کردم حالا Where رو بذارم اول Where do you want to stay؟ کجا میخوایی بمونی؟ درسته؟ اگه سوالی کردن میبینی تو درس های قبل که خیلی گفتیم بلد شده باشید راحت باشه براتون این آب خوردنه در واقع براتون یعنی چیز جدیدی یاد نگرفتین ما فقط یه فعل داریم که دو فعلی که کنیم بعدش تو میاد میبینید؟ تو فارسی با ب میگیم میخوام بمونم میخوام باشم میخوام بشم میخوام برم میخوام بیام چی میخوای؟ What؟ چی میخواد اون پسره؟ What does she he want? What does he want? به جای I want to بعد اگه این مستر باشه دیگه بهش درسته با تو به جای این معمولا توی روزمره به جای I want to go home میگم I wanna پس want to رو میکنن wanna I wanna go home I wanna go home این هم ممکنه بشنوید خلاصه شده ای روزمره شه شد. I wanna go home I wanna stay home. I wanna come to you. I wanna, I want to come to you. I wanna drink a glass of wine tonight. This evening. This evening. This evening. This afternoon. This morning. On Monday. On Tuesday. خب حالا من بهتون مثلا تمرین میدم که اینو خوب یاد بگیرید چندین بار ببینید برای خودتون همه ی... حالا من فقط آی نوشتم ولی بهتون میگفتم که همه یکی بنویسید شما واسه همه اشخاص بنویسید سوالی کنید یه جمله رو همه رو منفی کنید یه بخش هم همه رو خلاصه کنید توی بخش دفتری که براتون برای خودتون ترتیب دیدید حتما یادداشت کنید چیز خاصی نداره ادامه میدیم برای جمله سازی اینجا خیلی مهمه تا درس بعد من مسلمان تا جایی که برسم بچه ها در خدمتتون خواهم بود و اینو ادامه خواهم داد تا برسونیم به سطحی که بچه ها بتونن راحت صحبت کنن چون انگلیسی واقعا زبان مهمی هست حتی آلمانی فرانسوی بلد باشید انگلیسی ندونید تو کشورهای مثل آلمان فرانسه یا هر جایی که هستید انگلیسی یه چیز مهمه صحبت کردنش خیلی مهمه See you in the next lesson. Bye bye.